اعلام اطلاعات جدیدی از ضارب سفارت باکو در تهران. ردپای سازمان مجاهدین خلق هم به این حادثه باز شده و همچنین ارتباط برخی از مقامات باکوی به سازمان مجاهدین خلق. پازل کم کم داره چیده میشه دوستان عزیز. همچنین ابوذر رویی به عنوان چهره سال فضای مجازی انتخاب شد، خواننده سرود جهانگیر سلام فرمانده. و دست آخر در مورد ایجاد خط مستقیم هوایی بین ایران و تاجیکستان، نوید روزای روشن، روابط گسترده در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، توریستی و در زمین‌های مختلف است. در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. خب حالا بریم تو کارش. سلام ایرانیان، سلام همزبانان در کشمیر، هندوستان، پاکستان، هموطنان در باکو، تالش، نخجوان. ما باکو را کشور نمیدونیم، اینا هموطنان ما. حالا علارغم داشتن رژیم صفاک ایران ستیز، ولی ما اونا را هموطن میدونیم. تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، شیعیان کویت، بحرین، القطیف، عراق، جنوب لبنان، حماس در فلسطین، بچون حوسی، شیخ زگزگی و یارانش و سرتاسر جان، اونایی که صدای ما رو میشنوند سلامم را پذیرا باشید. قبل اینکه شروع کنم دوستان عزیز، لطفاً کانال تلگرامی سلام ایرانیان رو مشترک بشید. باید اعضای کانال تلگرامی ما بره بالاتر و البته در پلتفرم‌های ایتا و روبیکا هم هستیم که آدرسشون تو کانال تلگرامی هست و من آدرس کانال تلگرامی و بخیه رو در زیر این ویدیو قرار میدم و در قسمت کامنت ها هم پین میکنم. لطفاً ما رو یاری کنید، ما به جز شما یاریگری نداریم، باید صدامون قوی تر شنیده بشه دوستان عزیز. خب دوستان عزیز، اطلاعات جدیدی در مورد یاسین حسینزاده و برادرش که یک کتاب فروشی انتشاراتی داشته به اسم شانهای منتشر شده. سایت وزین و ایران دوست آذری ها این اطلاعات رو منتشر کرده. توصیه میکنم این کانال آذری ها رو حتما مشترک بشید، بسیار وطن پرست، ایران دوست. البته خاطبه آذری های عزیز تو قلب ما جای دارن، تاج سر ما هستن و اینا وطن پرستان واقعی هن. هیچ جنبشی در ایران به پیروزی نرسیده الا این که این مردم دلیر، مردم نجیب، شریف و وطن دوست در اون مشارکت نداشته باشن. اما اطلاعات جدیدی منتشر شده، پازلا داره کم کم چیده میشه. رفتارهای امروز الهام علیف نشون میده این یک بخشی از یک پروژه بوده دوستان عزیز، اینکه دستگاه پروپاگاندای این گراز دماغ در همون ثانیه اول این حرکت رو تروریستی اعلام کردن و شدیداً به ایران ستیزی و دشمنی با ایران پرداختن. حالا برخی از مسئولینش رو میگن ما باید سپاه رو هم بذاریم به لیست تروریستا و اینکه علارغم اینکه شمخانی و امیر عبداللهیان ملکج رفتن و به دست و پای اون علیزاده گمال سفیرشون پرداختن و این همه ما رو تحقیر کردن، خارزار شدیم، دشمنی ها کردن، ما ملکج کردیم. من امروز در کانال تلگرامی جواب اون یکی توییتی فرستاده بود، حالا نمیشناسمش، احتمال از نیروهای حزب اللهی هستن. البته خیلی از این پانها هم، این پانترکا هم زیر این قضیه حزب اللهی قایم میشن دوستان عزیز و متاسفانه. و میگن به قول شعر حضرت سعدی بود فکر کنم، میگن با دارا بودن اما دل به سکندر داشتن. حالا اینان خودشون حزب اللهی اینا میدونن ولی عملا عمل اکره و گزمه های این گرازدماغ الهام علیفن و متاسفانه در دستگاه دیپلماسی و سیاست گذاری ما هم خیلی نفوذ دارن. وگرنه نمیشه شما یک کشور این همه تحقیر بکنی، این همه دشمنی، این همه مثلا طرف تو توییتش نوشته بود که ما میخوایم اسرائیل محو بکنیم ولی اینجا اگر با باکو و نمیتونم چی میگن درگیر بشیم ناتو و ترکیه میان. خب تو اگر میخوای اسرائیل محو کنی هم ناتو و ترکیه میان، آمریکا میاد. تازه سگونیستا مهمترن واسه غرب یا باکویا؟ تازه سگونیستا اتمی هن، 2300 کلاهگ اتمی دارن، این گراز دماغ چی داره؟ تازه کدوم نقطه استراتژیک که در دست داره این یا باکو؟ اصلا یه چیزایی میگن فقط واسه ماسمالی، مال کشیدن. بذار اون تحقیرمون کنه، بذار اون به اون ضربه بزنه. همین سر جریان حادثه شاچراغ هم خب بالاخره
آقای شمخانی با اون رسانه نور نیوزش یه شرقره می کردن. خاک تو سرت زیبا کلام. که اینایی که اون داعشی هم پاسپورت باکویی داشتن. دیگه آقا چه کارمون بکنم؟ بگذاریم دوستان، من حالم بد میشه، عصبانی هم و قصه ایست پر آب چشم. در این مورد صحبت زیاد کردم و البته صحبت هم خواهیم کرد، چون پای منافع ملی، عزت و غرور ایرانیان وسطه. ما نمیبخشیم تخم چشممون بخواد به منافع ملی، به مقدسات، به عزت ملی آسیب برسونه، درش میاریم پرتش میکنیم میذاریمش دور. کما این که امروز هم گزارشی بر روی کانال تلگرامیم گذاشتم که اگر در دهه 90 90% باکویی ها شیعه بودن، امروز رسیده به زیر 70%. بسیاری از خانواده های شیعه فرزندانشون تکفیری بودن، وهابی هن در سوریه، و الان سر همون جریان نمیدونم جنگ دو سال پیش، اصلا مأمن و مأوای سمت لاچین و اونجور جا مأمن و مأوای تکفیری ها شده و امروز آمار قابل ملاحظه ای دارن با خانواده هاشون رفتن به باکو و عملا دارن حتی جمعیت مذهبی این کشور رو عوض میکنن. حکومت حامی شیعیان جهان هم حامی شیعیان جهان هست، اما بجز باکو تو این لیست نیست دوستان عزیز. خب بگذاریم دوستان، بگذاریم. خب این سایت آذری ها میگه سفارت خب حالا شرحال گفته، اما میگه یاسین حسینزاده عامل اصلی حمله به سفارت، متولد یکانات و ساکن ارومیه است. وی و همسرش باکوی و همسر باکویش دارای یک فرزند دختر بوده که در دانشگاه تحصیل میکرد. یاسین حاجیزاده علاوه بر اختلالات روانی مشغول فعالیت‌های قاچاق بود و اسلحه را از 2 سال پیش تهیه کرده بود که احتمالاً به دلیل جنس فعالیت‌های غیرقانونی وی کار دشواری نبوده است. اما آنچه ناگفته مانده است سابقه سیاسی این فرد و برادرش است. برادر حسینزاده به نام رحمان در ارومیه کتاب فروشی فضولی و انتشارات شان آی را اداره میکنه. اینم عکس کتاب فروشی انتشاراتیش دوستان عزیز، شان آی، جایی که از محافل اصلی جریانات قومگرا و پان آذری است. بله میخ و تخته اند دوستان. ارتباط مهاجم با پان آذری ها و مجاهدین خلق، بهتر توفاله های خلق، قائد خلق، خائنین، وطن فروشان، نوکران، مزدوران، انیرانیان، هر چی بگی کم گفتی، به اینا میچسبه. صفت به رهبری مسعود مفقود الاثر و مریم سرهر. خاک تو سرت زیبا کلام. خب میگه افرادی که محسن و یاسین حسینزاده را میشناسن میدانن وی و برادرش در اوایل انقلاب با سازمان توفاله های خلق مربوط بودن و اصطلاحا مجاهد تواب هستند. و اما امروز برخی از فعالان چپگرای اول انقلاب به فعالیت‌های قومگرایانه روی آوردن. انتشارات فضولی از سال 2015 از سوی کنسولگری ترکیه نیز مورد تقدیر قرار گرفته. بله ترکیه هم حامل حامی تجزیه طلبان و جریان تپانه. وزارت خارجه ما چیکار میکنه؟ دولت ما چیکار میکنه؟ پیدا کنید پرتقال فروشو. خب به طوری که رحمان در برنامه‌های فرهنگی این کنسولگری در روز استقلال حضور پیدا کرد. خب حالا یه مصاحبه هم رحمان کرده با، حالا طولانیه این مطلبی که کانال آذری ها در این مورد گفته، طولانیه. حالا من بخشایی میخونم واسه اینکه برنامه‌مون زیاد خسته کننده و طولانی نشه. بعد میگه نکته جالب، میگه حمایت مالی باکو از ناشران همسو در ایران، یعنی اون جریانات پان و آذریز و تجزیه طلب و باکو حمایت میکنه. باکو حمایت میکنه. دولت ما مستند ضد بابای این گرازدماغ رو چیکار میکنه؟ کنسل میکنه. خب میگه نکته جالب اینجاست که نهاد کانون نویسندگان جمهوری باکو در سال 97 سریعا اعلام کرده بود که از ناشران قومگرا در ایران حمایت میکند. سایمون آروز مدیر کمیته فرهنگ و ادب در شعبه به اصطلاح باکو آره خود دیگه اینا استان باکو شمالی هن. دوستان ما هم استان آذربایجان شمالی، ما هم اینا هم استان آذربایجان جنوبی، شرقی و غربی، اینا هم خودشون استان هن دیگه. خب در شعبه به اصطلاح آذربایجان جنوبی اتحادیه نویسندگان جمهوری باکو در گفتگو با سایت باکو پست در آذر 97 دانسته یا ندانسته به اطلاعات مهمی اشاره کرد که با روند اخیر چاپ کتاب در شمال غرب تطبیق دارد. بر اساس گفته‌های وی روند
انتشار کتاب‌های ادبی سیاسی در ایران از سوی باکو هدایت شده و برنامه‌ریزی شده است. به گفته سایمون آروز، یکی از دستاوردهای اخیر اتحادیه نویسندگان آذربایجان این است که این قانون در سال‌های گذشته نزدیک به 60 عنوان کتاب در ایران به چاپ رسیده است. تماماً هم قوم‌گرا و لفافه هم تجزیه طلب. بله بله اینم عکس برادر نادرسته که در این کتاب فروشی شانهای خب ارتباط با توفاله های خب مجاهدین خب. موضوع دیگه به ارتباط حکومت باکو، الان این دوستان نماینده مجلس باکو در اجلاس سالیانه سازمان توفاله های خلق آقای صابر رستم خانلی، این بخشی رو نگاه کنیم. Bu ülke bu şəraitdə yaşamağa layiq deyil. İnsan haqları nə bilir? Biz bir daha mən Dünya Azərbaycanlıları Konqresi adından həm də burada dinləyən dostlarımız var, onların arasında elə Xalq Mücahidləri də var, sizin təşkilatın üzvləri də var. Onların hamısından Bakıda çoxdurlar. Onlar indi onların bəziləri qorxudan uca çıxmırlar. Amma onların adından sizi salamlayıram. Uğurlar arzulayıram hamınıza və bir daha xanım Məryəm Rəcəviyə onun o biz حمایت علنی مسئولان باکو، سفر گرازدماغ یادتون میاد چند ماه پیش به آلبانی؟ حتما دیدارهای با مریم سرهر هم صورت گرفته و امروز خیلی معتقدن بسیاری از این توفاله در باکو ساکن شدن و به زودی قراره بهشون پایگاه هم بدن. مسئولین ما خواب مالکشی ها دارن ماله میکنن، آه هیچی نشده، اینا میخوان ما از ما اوکراین بسازن. امروز یکی از دوستان عزیز، اینو تو پرانتز میگم، یه توییتی واسه من فرستاد از یه شخصی، حالا قدیری کیه واسه مهم نیست کیه، ولی گویا از نیروهای حزب اللهیه. بسیاری از جریان پان به خصوصی پان ترکا دوستان عزیز پشت این حزب اللهی قایم میشن. با چی؟ با چتر حزب اللهی. اینا ترک اللهی ان، یعنی جریان پان که زیر عبای امثال اون پزشکیان و قاضی زاده و اینا هم همینن دوستان عزیز. به قول حضرت سعدی در مورد فرماندهان داریوش سوم در جنگ با اسکندر، میگفت با داریوش سوم بودن الا عینش، ولی دل به اسکندر داشتن. اینا هم خودشون حزب اللهی میدونن ها، ولی دلشون با این گراز دماغ الهام علیف. و متاسفانه اینا در بسیاری از این تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها به خصوص در قضیه قفقاز اینا نقش داره، وگرنه نمیشه شما یک کشور همه تحقیر بکنی، همه بهش آسیب بزنی، لطمه بزنی. عرض کردم همین حالا آقای شمخانی در نور نیوز اعلام کرد که این نمیدونم داعشی هم با پاسپورت باکویی اومدن، یعنی شما در حمله نمیدونم به خرابکاری در نطنز دو بار در قضایای مختلف شهادت شهید فخری زاده، شما ردپای از باکو اینا ساماندهی شدن، جایی که صهیونیست‌ها به ما لطمه زدن از باکو بوده، اما ما اربیل میزنیم سگونیستا در باکو ولو دست باز همه کار میکنن. سگونیستا در اقلیم و خلیج فارس بدن، اما تو باکو خوبن، اونا مشکلی ندارن. اما از این استانداردهای دوگانه، اما از این مالکشا چی بگه آدم. بگذاریم دوستان عزیز، بگذاریم. خب بریم بخشای دیگه از این مقاله رو نگاه کنیم دوستان عزیز. خب میگه اینجا گفتیم که در مورد صحبت‌های صابر رستم خانلی نماینده پارلمان باکو، خب که مدت 6 دقیقه سخنرانی میکنه، بعد میگه سفر ناگهانی الهام علیف در آذر 1301 به باکو همزمان به بحرانی که در روابط تهران باکو جریان داشت بخشی از این ارتباطات بود. روابط آلبانی و باکو هیچگاه در حدی نبود که علیف شخصا به این کشور سفر کند، به ویژه که در هفته و ماهای قبل هیچ خبری از دیدار معاون و وزرای خارجه و کارگروه های تخصصی منتشر نشده بود. با این حساب سفر ناگهانی
علیف به آلبانی چه معنا می توانست داشته باشد؟ میگه ارتباط با اسرائیل. در اواسط ژانویه 2023 سفرای اسرائیل در منطقه اوراسیا جلسه مشترکی را در باکو برگزار می‌کنند. موضوع این اجلاس چیزی نبود جز هماهنگی اقدامات و رویکردها علیه ایران. مسئولین ما همچنان دارن ماله بکشید. یک هفته پس از این نشست بود که حمله به سفارت باکو رخ داد. دقایقی بعد از حمله حکمت حاجیوف و جورج دیک، این سفیر باکو اسرائیل سگونیست، با یک دیگر در خصوص این حمله دیدار کرده و وضعیت را ارزیابی میکنند. چرا دستیار رئیس جمهور در اوج یک بحران سیاسی در ایران با سفیر کشور ثالث دیدار کرده؟ چرا با سفیر ترکیه یا آمریکا یا بریتانیا دیدار نداشته است؟ و اصولا چه لزومی برای این ملاقات در ساعت اولیه حمله وجود داشت؟ برادر یاسین حسین زاده، توفاله خلق، پان ترک، انتشاراتی و کتاب فروشی شانهای، بعد نماینده باکو در اجلاس سالیانی توفاله های خلق، بعد دیدار ناگهانی الهام علیف به کی؟ به آلبانی، بعد این اجلاسی که ژانویه همین یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیش در باکو سگونیستا برقرار میکردن، بعد دیدار معاون الهام گرازدماغ با سفیر باکو، بعد از این زارب که به اینا میخوان بگن خیلی علاقمندن حمله تروریستی بوده به سفارت باکو. خب میگه در روز 12 فروردین دو گفتگو در بین مقامات اسرائیل و باکو صورت گرفت که از نظر امنیتی حائز اهمیت است. نخست گفتگو تلفنی فیما بین وزرای جنگ دو کشور و دیگری گفتگوی تلفنی بین رئیس سرویس مرزبانی باکو و وزیر جنگ اسرائیل در خصوص همکاری مرزی دو طرف. حمله ارشاد شده به سفارت. گفتم من روز اول، گفتم طرف حتی اگر این چنین نبوده ولی سوقش میدن به این سمت. یعنی گاهی وقتا طرف خودش نمیدونه عامله، ولی شرایط آنچنان براش مهیا میکنن، خواسته ناخواسته همون کاری که برنامه ریزی شده رو انجام میده. خب میگه تمام این اتفاقات به آن معنا نیست که فردی به نام یاسین حسین زاده با وضعیت خانوادگی که تاکنون توصیف شده است وجود نداشته است. اتفاقا در دسیسه های از این دست خود مهاجم نیز نوعی قربانی محسوب می شود. اینو ما روز اول هم گفتیم سوقش میدن، بیچاره زنش گرفتنه، زنش نمیدن، بعد ناخواسته با اون سبخه‌ای که داشته، بیماریش فلان، سوقش میدن به اون مسئله که بیاد این کارو بکنه. خب محافل توطئه‌گر افرادی را با این روحیه در مرز اختلال روانی انتخاب کرده و به دست یک هدف هدایت میکنن به طوری که داستان آن باورپذیر باشد. اتفاقا ابتلای یاسین به بیماری روانی که موجب معافیت وی از خدمت سربازی نیست شده است میتواند برای وی امتیاز به شمار رفته. بلد هم نبود کار با اسلحه بکنه، ولی کلانشینکوف کل داشته باشی کل ما قرنونیده شو همشون رو نفله نکنی، اصلا بلد نبود. تو فیلم هم مشخص بود دوستان عزیز، این کاره نبود. خب و از عوامل رافع مسئولیت کیفری در دادگاه باشد. یاسین حسین زاده و اعضای خانواده‌اش بیشتر از این که با ایران ارتباط داشته باشند با حکومت باکو ارتباط داشتند. گفتم این انتشاراتیشون و کتاب فروشیشون تو منطقه نمیدونم پان آذریس، خودشون هم ترکیه بهش جایزه میده به برادره، به طوری که همسر حسین زاده تبعه باکوس و رفت آمدهای مکرر به این کشور داشته است. از نظر فکری و ایدئولوژیک نیست روابط مشخص و تایید شده ای بین این خانواده و حکومت باکو وجود دارد. اتفاقا رژیم علیف روابط خوبی با قومگراها دارد و آنها را کنترل میکند، پس دلیلی وجود ندارد که در حمله به سفارت نیز آنها را کنترل نکرده باشد، بلکه آنها را سوق داده است که این کار را بکنند. همه چیز آماده بوده، برنامه ریزی شده بوده، وگرنه شما این حجم از یه دفعه این همه تبلیغات پشت سر هم داره انجام میده، مسئولین ما دیگه خاکسار شدن، دیگه چیکار بکنن؟ ولی اونا هدف خودشون پیش، ننگ بر مسئولی که با وجود این همه دشمنی و خباثت این گراز دماغ همچنان مالکشی بکنه، عزت و غرور ایرانیان زیر پا بذاره، ننگ بر مسئول ایرانی که شیعیان باکو همین در مورد آقای روحی خواهیم گفت، ابو ذر روحی که طرف تو باکو سرود سلام فرمانده خوند 3 سال زندانی بوده، اون خانم محرم
واسه امام حسین دیدیم چه کار کردن. خب اینا پشتشون به رژیم شیعه دوست و چه میدونم شیعیان ایران و جهان خوشه. حکومت ما چه کار کرده؟ سفیر ما در باکو چه غلطی کرده؟ دستگاه دیپلماسی ما چه غلطی کرده؟ هیچ، مالکشی کرده. اینقدر مالک خوب و نادان شما اصلا کسی میگه محبت زیاد از حد بگذرد میگم نادان خیال بد کند، یعنی دیگه مثلا این گراز دماغ چه کار بکنه که ما یک کمی غیرتمون به کار بیاد، یک کمی بمون بر بخوره. آقای مسئول جمهوری اسلامی، این گراز دماغ دیگه چه کار بکنه شما به غرورتون بر بخوره، غرور و غیرت و عرق ملیتون حرکت بکنه، عرق نمیدونم مذهبیتون حرکت بکنه. یعنی عرض کردم من جمهوری اسلامی قفقاز رو نمیشناسم، باکو رو نمیشناسم. بعد میگه که این نوشته فعلا اتهامی را متوجه رحمان حاجی زاده برادر مهاجم نمی کند. اشاره به برادر نامبرده از نظر تبارشناسی سیاسی این افراد اهمیت دارد. اگر جمهوری باکو واقعا به دنبال جزئیات و پشت پرده مسئله است، بهتر است به آرشیوهای خود مراجعه کند. این مقاله خوبی بود که دیدم دوستان در سایت آذری ها گذاشته بودند. اتفاقا خودشون هم آذری ان، به شدت هم وطن پرست، با شرف، ایران دوست، دمشون هم گرم. گفتم در این رابطه هم صحبت کنم. دوستان عزیز، آقای ابوذر روحی خواننده سرود سلام فرمانده، یک کار تمیز فرهنگی، کاری که واقعا اینجور کارها دوستان عزیز میتونه به این تولید قدرت هژمون فقط بحث زور و تفنگ نیست. تو بخش فرهنگی شما میبینید بسیاری از کشور مثلا آلمانیا توی نمیدونم موسیقی، آمریکا یا در فیلمسازی و هالیوود و همینطور کشورهای دیگه تو حوزه‌های خودشون بالاخره در زمینه فرهنگی میاد اون هژمون خودشون رو بست و گسترش میدن. و سلام فرمانده از اون جور کارها بود که عالمگیر شد و همه رو، بسیاری از کشورها رو زیر این چتر رو بود که میتونه عرض کردم تولید قدرت بکنه. ندیدم کمتر کشوری در جهان بود که این سرود اجرا نشد و واقعا کار خیلی خوبی بود دم آقای ابوذر روحی و به درستی هم به عنوان چهره سال فضای مجازی انتخاب شدن. دستشون درد نکنه، امیدوارم از این دست کارا بیشتر ببین، از این دست کارهای شیک فرهنگی. حالا نه تنها تو حوزه مثلا مذهبی یا ملی، حتی تو زمینه هنری هم دوستان عزیز این بازم سرشکن میشه تو اون هژمون فرهنگی کشور و خیلی کار تمیزی بود. من هنوز هم این سلام فرمانده رو گوش میدم، حقیقتا ازش لذت میبرم، اصلا به دل میشینه. سرود عالی، آهنگ عالی، صدای ماشاءالله، صدای آقای روحی هم عالی، همه چیز پرفکت توپ و خیلی کار تمیزی بود، به دل همه مردم دنیا هم نشست انصافا و تشکر میکنیم ازش. امیدوارم از این دست کارها بیش باد و هنرمندان ما به معنای واقعی با هنرشون به کشورشون خدمت بکنن. خب این از این. اما دوستان عزیز، من یه چند تا کار سم دارم واسه تو، سم سیانور بدتر ها، از اون مثل کینگ فخرآور بود. حالا نمیدونم این خلحمیده بذارم یا نه، امروز چیزو میذارم که سه محمد حسینی رهبر جنبش میلیونی ریستار. من همیشه معتقدم اونایی که کتاب نوشتن خرند، اونایی که کتاب میخونن گاوند. به جنبش میلیونی ریستار بپیوندید، جنبش انسان کامل، سوفیس و از اینجور مزخرفات و به معنای واقعی یک دیوونه. ولی خب معمولا دیوونه هم هست، میره تو خیابون شکلک در میاد، عده دورش جمع میشن، بالاخره دور اینم یه عده جمع شدن دارن کف میزنن، این دیوونه هم داره ادا اطوار در میاره. حالا قرار بمون امپراتوری ایجاد بکن، میگه اینو گوش بدی دوستان فایده نداره، خودش بهتره.
گوش بدید. جنگ جهانی سوم در راهه. نمبر 2، میلیون ها نفر در کره زمین خواهند مرد. نمبر 3، اپوزیسیون ریستارت میخواد از آب گلالود جنگ جهانی سوم استفاده کنه. امپراتوری پارس رو تا این احمقا دارن می جنگن دوباره تشکیل بده. پس ایرانی ها دو تا گزینه دارن، یا تجزیه میشه ایران، کاری که انگلیسی ها الان دارن میکنن، دموکرات های آمریکا، آلمانی ها، فرانسوی ها، کمپلت تجزیه میشه. یعنی وسط این جنگ له میشه، این میون حمله میکنه، همون کاری که در دوران رضا شاه اتفاق افتاد. بدهکاری شما صاف نمیکنه به سرزمین پارس، نه به توی ایرانی، مثلا آمریکا به شما بدهکار نیست، به من بدهکاره. اگر توسط عرفان و تصوف آمریکا درست نمیشد و سرانش موضوع رو نمیدونستن و به ما کمک نمیکرد، ایران تجزیه شده بود، تموم شده بود. کل دعوای ما با شما ایرانی‌ها اینه، دو تا گزینه دارید. گزینه راست، جنگ جهانی داره شروع میشه، تجزیه ببین خودتو، زن و بچه ایرانی رو زیر بمباران، قتل عام، تجاوز ببین. نمبر 2، پشت اپوزیسیون ریستارت بایستید و آماده بشید برای این جنگی که داره اتفاق میفته، متحدن سهممون از کره زمین بگیر. بله دوستان عزیز، می‌فهمید؟ فقط من میتونم، فقط من میتونم بکنم. تاجیکستان و من افغانستان و برگردونم، آسیای میانه رو برگردونم، ارمنستان رو برگردونم، باکو و ارمنستان و اینا من میتونم امپراتوری بابا خدا بگین اینا از موتوری هم جنس بگیرن، اینقدر در نباید توپ باشن که خیلی تو هواست، این تو فضاست بدطوری خیلی حالش خوشه. اینم وضعیت اپوزیسیون در به داغون ما دوستان عزیز. یک یه عده نمیدونم اون 16 کوزه پت خدا ما الواتیگری زنه دنبال معشوق و یارش، این توپ و نشه تو فضا، تو فضا امپراتوری داره تشکیل میده. کینگ فخرآورم حالش خوشه، اونم رئیس سیایه افتاده به دست پاش، امیر کجایی به دادم برسی؟ بابا اینا خیلی حالشون خوشه. اینم از وضعیت براندازان در بدم، خاک دوزن زیبا کرام خرد کفو تاج زاده، این رو بیخوای اینا، این نادرست. خب اینم از این. اما بریم خبر آخر در مورد برقراری خط مستقیم هوایی بین ایران و تاجیکستان عزیز. روابط ایران و تاجیکستان بعد از آمدن دولت ابراهیم رئیسی و اون اقتصاد منطقه‌ای و تو بحث کریدورها و پیوستن ایران به پیمان شانگهای با کشور دوست و برادر تاجیکستان و دولت امام علی رحمان، روابط ما گسترده شد. سفر آقای ابراهیم، اولین سفر آقای ابراهیم رئیسی به تاجیکستان و همچنین سفر جناب امام علی رحمان به ایران و ایجاد سفر سردار باقری به تاجیکستان و ایجاد کارخانه ساخت مونتاژ پهباد ابابیل 2 و رفت آمدهای دیگر مسئولین در حوزه‌های فنی مهندسی و چیزهای دیگه، همه اینا نشون میده که روابط ایران و تاجیکستان و آسیای میانه به شدت در حال گسترشه و ما اینو فال نیک میگیریم. تو بحث اقتصادی، سیاسی، فنی مهندسی و توریست، حالا توریست، پزشکی و چیزهای دیگه به خصوص، و همچنین به عنوان دانشجو در دانشگاه‌های ایران، همه اینا نشون میده که دو کشور عزم جذب کردن که این روابط گسترده رو بین دو کشور فارسی زبان، هم تاریخ، هم فرهنگ، هم زبان، هم خیش تشدید بکنه. ما برادر بودیم، میخواستیم برادر بمانیم، عضو یک پیکر بودیم، اما دست بد تاریخ ما رو از هم جدا کرد. هیچ قطعه از ایران دل بخواهی جدا نشد الا با زور شمشیر که دیگه زورمون نرسید. تقی‌زاده که پدر و مادرش باکویی بودن و فرد بسیار غربگرایی هم بود در دوره رضا شاه، قبل مشروع و قبل رضا شاه فرد بسیار قدرتمندی هم بود،
یه داستان معروف داره، میگه باکویا میگفتن ما حاضریم ایرانیان بیان واسه خراج، ایرانیان، و ما رو ببندن به چوب، ما میگیم نداریم و ما رو ببندن به چوب، بازم آرزو میکنیم ای کاش ایرانیا، ما خراجگزار ایرانیا باشیم. تقی‌زاده میگه در تا زمان بابای ما وضع اینطوری بود. بعد که اون رسولزاده گور به گور شده اومدی جریان پان و قومیتی رو اصلا نام کشور رو گذاشت آذربایجان، وگرنه این شروان و اران و آذربایجان فقط یک جاست، پایین رود ارز شرقی و غربی، دیگه آذربایجانی وجود نداره نه تاریخی از هیچ لحاظ. این که همون زمان هم ده خدا و بهار و اینا اعتراض میکنن به محمد امین رسولزاده که اونا میگه نه خیالتون راحت باشه، ما همچین چیزی داعیه ای نداریم و از این صحبت ها بمانن. رفتم کجا؟ خب میگه سومین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان امروز سه‌شنبه 11 بهمن 1300 و 400 اروزم فول کردم گفتم 1300 و 401، من رو ببخشید دوستان عزیز، بعضی وقتا خود به خود میاد. 1401 با پرواز شرکت هواپیمایی سامان ایر در مسیر دوشنبه تهران برقرار شد. به گزارش ایسنا، محمد تقی صابری سفیر فوق‌العاده و نماینده تامل اختیار جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با اعلام این مطلب اظهار داشت خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و موافقت سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی و جمهوری تاجیکستان سومین پرواز مستقیم به منظور رفاه حال شهروندان دو کشور هم فرهنگ و هم زبان ایران و تاجیکستان و تسهیل سفر گردشگران انجام می شود. به گفته سفیر کشورمان بر اساس برنامه اعلام شده از سوی این شرکت هواپیمایی، این پرواز از تاریخ 21 بهمن ماه 10 فوریه به صورت هفته یک بار و در روزهای جمعه هر هفته در ساعت 14:30 از فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه به فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران و برگشت آن به تاجیکستان در ساعت 17:20 همان روز خواهد بود. بعد میگه سفیر ایران در تاجیکستان ادامه میده، میگه با عنایت به توسعه روابط دو کشور هم فرهنگ و هم زبان ایران و تاجیکستان و امضای تفاهم‌نامه گسترش همکاری ها در حوزه گردشگری و افزایش تعداد مسافران و با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت شرکت هواپیمایی ایرانی و تاجیکستانی، امیدوارم به یاری خداوند متعال تعداد پروازهای مستقیم بین دو کشور در آینده باز هم افزایش یابد. امید خدا، امیدوارم این پروازها روزانه و روزی چند بار بشه بین این دو کشور دوست و برادر، ایران و تاجیکستان عزیز. خب دوستان، رسیدیم به پایان برنامه و جمله آخر. والا بلا تلا ایران عزیز ما، شتابان به سمت فر و اقتدار، دشمنان ما هر روز زارتر، ذلیلتر، بدبختر، دردمندتر و ایران مثل بلدوزر داره موانعو از سر را بر میداره. هی هلو بزن کنار زیر دست باله نشی شرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.